برای اینکه ما بخوایم چیزی توی این صفحه بکشیم، رسمی رو انجام بدیم، خطی رو رسم کنیم، لازمه در اینجا از براش تول استفاده کنیم. برای اینکه بخوام از براش تول استفاده کنم، لازمه اینجا روی این تصویر کلیک کنم. مجموعه از براش هایی که توی برنامه قرار داره برای من نشون داده میشه که من میتونم روی هر کدوم از اینها کلیک کنم. مجموعی از براش های مربوط به این قسمت برای من در سمت راست نشون داده میشه که من اگر روی یکی از اینها کلیک کنم و یکی از این براش هایی که توی این ناحیه قرار داده شده روی اون کلیک کنم و انتخابش کنم، من میتونم با استفاده از اون خطم رو توی صفحه رسم کنم. اما دقت کنید در حال حاضر رنگ زرد هست. برای اینکه من بخوام رنگ این رو تغییر بدم، میتونم از پالت رنگی که توی این قسمت نشون داده شده روی هر کدوم که کلیک کنم اون رنگ برای من اعمال میشه و من میتونم از اون رنگ برای کشیدن خطم استفاده کنم. از طرف اینجا رنگ ها مشخصه که اگر اینجا من روی هر کدوم از این کادرهای رنگی که اینجا برام مشخص شده دابل کلیک کنم، کادر رنگ برای من نشون داده میشه که میتونم روی هر کدوم از اینها کلیک کنم و با کلیک بر روی دکمه اوکی اون رنگ رو انتخاب کنم. در صورت که من اینجا دو تا رنگ رو انتخاب کرده باشم، مثلا در حال حاضر این یکی رنگ رو بخوام بین این رنگ ها جا به جا بشم، در اینجا لازمه فقط روی این فلشه کلیک کنم. دقت کنیم با هر بار کلیک کردن بین این دوتا رنگ ها من جا به جا میشم و میتونم اون رنگ رو انتخاب کنم و ازش استفاده کنم. من رنگ ها رو استفاده کردم، حالا میخوام اینها رو پاک کنم. در اینجا ابزار اریزر به معنای پاک کن رو داریم که اگر با کلیک بر اریزر میتونم خطی که رسم کردم رو پاک کنم. دقت کنید اینجا خطهای من زیاده. من اگر بخوام با این اندازه قلم پاک کنم، شاید زمان زیادی من باید صرف کنم تا تک تک این خطها رو بخوام پاک کنم. اگر من میخوام همه رو پاک کنم، خب میام یه صفحه جدید ایجاد میکنم. اما اگر نه، میخوام بخش از این رو پاک کنم و بخشش رو نگه دارم. در اینجا با کلیک بر روی ریزه این کادری که برای من نشون داده میشه، اینجا سایز رو دارم. من میتونم اندازه سایت پاک کنم و افزایش بدم. دقت کنید اندازه سایز رو تا 273 افزایش دادم. حالا میتونم به راحتی و با سرعت خیلی بیشتر اینها رو هر تعداد از این خطها رو تمایل دارم پاک کنم. و مجدد با کلیک بر روی براش آخرین قلمی که برای من فعال بوده با همون رنگ فعال میشه. حالا ببینید من به راحتی دارم خط رو رسم میکنم هر طور که تمایل دارم. چرا؟ چون از این قسمت روی فری هند فعاله، یعنی من آزادم برای کشیدن. اما گزینه بعدی حالت گراف رو داره که اگر من روی اون کلیک کنم، من نمیتونم به راحتی الان ببینی به این حالت مثل حالت گراف. به این صورت برای من رسم میشه. در این قسمت سایزه که میتونم سایز قلم رو با کلیک بر این لیست بازشوی اون افزایش بدم. ببینید سایز قلم من افزایش پیدا کرد. اندازه قلم رو کاهش بدم. در این قسمت هم اوپاسیتی رو داریم. اوپاسیتی به معنای شفافیته. یعنی هرچی من بخوام خطم پر رنگ تر باشه، من میتونم از اوپاسیتی رو افزایش بدم تا
آخرین مقدار اون هم مقدار عددی 100 هستش. اگر من بکشم ببینید رنگ به این صورت. حالا من مقدار اوپاسیتی رو میام اینجا کاهش میدم. در مقدار 35. دقت کنید شفافیت رنگ زمانی که 100% بود به این صورته و الان که مقدارش رو کاهش دادم با اینکه چند بار من روی همین کشیدم ولی رنگ اون هنوز به شفافیت این یک رنگ و پررنگی این رنگ نرسیده. در اینجا هم فیچرد رو داریم که یک سری قابلیت ها رو روی نوع خطی که ما رسم می کنیم اعمال می کنه. من این صفحه رو پاک کنم تا بتونیم از قابلیت های این قلم بهتر استفاده کنیم. من مقدار اینو صفر میذارم. مقدار کم. خطم رو رسم میکنم. دقت کنید به چه صورته. به این صورت. حالا اندازه این رو به اندازه بخشی افزایش میدم. به این صورت. حالا اگر اینو خیلی افزایش بدم تقریبا میشه که با حالت راه راه در میاد. این مقدار رو نه زیاد نه کم قرار میدم. ببینید در هر اندازه‌ای که تغییرش میدیم نوع قلم به نوع دیگه تغییر پیدا میکنه. بینید. در اینجا هم که همینطور که من اشاره‌گر موس رو نگه میدارم دقت کنید به همون میگه وقتی روی این کلیک کنید به چه صورتی براتون مشخص میشه با تغییرات و با غیر فعال کردن اون مجدد چطوری میشه. فعالش میکنم. بینج. پس در یک قسمت که ما فعالش میکنیم درون کارمون رو پرتر نشون میده. در صورت که غیر فعال باشه درون کار خالی هست. این هم استفاده از ابزار براش و کاربرد بخش از ابزار مربوط به اون در این قسمت که در هم کدوم از اینها وقتی که ما داریم روی صفحه کار میکنیم در این قسمت برای اون صفحه لایه‌های مختلفی ایجاد میشه که ما لایه‌ها رو تو این ناحیه میتونیم ببینیم.